افراد بدون شناسنامه در ایران اگر به دلیل ابتلا به کرونا فوت کنند، در آمار رسمی جانباختگان به حساب نمی آیند. افراد بدون شناسنامه از دریافت واکسن کرونا و خدمات درمانی و پزشکی محروم می‌مانند. در مناطق مرزی ایران خانواده‌هایی بسیاری زندگی می‌کنند که موفق نشدند مدارک هویتی دریافت کنند. این افراد همچون دیگر شهروندان حق استفاده از آموزش، خدمات عمومی و بهداشتی را ندارند و قربانی تبعیض می‌شوند. مسئولان ایران آمار دقیق از افراد بدون شناسنامه ارائه نکردند، اما طیبه سیاوشی نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره دهم پیشتر گفته بود که حدود 1 میلیون کودک بدون شناسنامه در کشور وجود دارد. واکسیناسیون در استان سیستان و بلوچستان به 35 ساله ها رسیده است، اما در این میان کم نیستن افراد بدون شناسنامه که نوبتشان گذشته و موفق به دریافت واکسن نشدند. این افراد به دلیل اینکه مدرک هویتی ندارند، حتی اگر به دلیل ابتلا به کرونا فوت کنند، در آمار رسمی جانباختگان به حساب نمی آیند. و تلخ‌ترین بخش ماجرا این است که حتی امکان خاکسپاری در گورستان‌های قانونی هم ندارند. فاطمه کیخا، پزشک عمومی که در حاشیه شهر زاهدان کار می‌کند، در گفتگو با روزنامه همشهری از ویزیت 60 بیمار در محله همت‌آباد زاهدان خبر داد که 50 نفر آنها شناسنامه نداشتند و نتوانستند واکسن دریافت کنند. این پزشک عمومی لحظه خروج افراد بدون شناسنامه درمانگاه را در حالی که موفق به تزریق واکسن نشده بودند خیلی تلخ توصیف کرد. محروم ماندن ساکنان مناطق مرزی و محروم ایران از دریافت واکسن در حالی است که برخی کشورها حتی برای مهاجران نیز سهمیه واکسن در نظر گرفتند.